خانم مصطفی سلام. سلام. موضوع این برنامه ما چیه؟ موضوعی که خیلی دوست داشتنی نیست برای بچه ها و گاهی برای بزرگ ها ولی ما ناچاریم دربارش حرف بزنیم. موضوع مرگ. ما هممون با این موضوع مواجه میشیم. تلخ یا شیرین بالاخره میگذره برامون. ولی جواب دادن به سوال های بچه ها درباره مرگ خیلی سخته. جز سختترین سوال هایی که میشه بچه ها بپرسن و بعد ما کاملا گیر میکنیم انگار بچه آدم رو توی یه منگنه ای میندازن و آدم نمیدونه چطوری جواب بده به خصوص اگر خودمون همون آدمی باشیم که از مرگ لطمه دیدیم صدمه دیدیم و ناراحتیم مثلا سوال هایی مثل این که اگر مثلا بابا بزرگی فوت کرده بابا بزرگ کجا رفته بابا بزرگ چی شده یعنی الان چه اتفاق چرا ما بابا بزرگ زیر خاک گذاشتیم اونها واقعا متوجه اصلا متوجه نمیشن اگه به خصوص بچه زیر سن دبستان بگیم رفته یه دنیای دیگه رفته برزخ رفته مثلا ما روز قیامت میبینیمش ما تو بهشت میبینیمش خیلی برای بچه ها این تصورها سخت حتی اگه بتونن تصور بکنن این تصور کارتونیه که این تصور کارتونیه ممکنه موجب ترسشون بشه چون که اینکه ما بگیم ما جسمش رو گذاشتیم توی خاک ولی روحش الان مثلا یه جای دیگه است خیلی این افتراق رو اصلا درک نمیکنه و براش سخته برای همینه که حرف زدن راجع به مرگ با بچه ها به خودی خود که سخته اگر اون بچه احیانا آسیب دیده باشه مثلا بچه ای باشه که یه عزیزی رو از دست داده به خصوص اگر اون عزیز مادر یا پدرش باشه که بزرگترین ضربه به یک کودک اینه که یکی از والدینش فوت بکنن از نظر واقعا یه ردبندی وجود داره بزرگترین ضربه که یک بچه در عمرش میتونه بخوره در عمر کودکیش اینه که مادر یا پدرش رو از دست بده اگر چنین بچه‌ای داریم باید خیلی خیلی با احتیاط بیشتری جلو بریم من یه چیز مهم من بگم زیاد پیش میاد که میان میگن که مثلا یه کتاب معرفی کن بچم اضطراب داره یه کتاب معرفی کن خوبش بکنه یا حتی همین موضوع مثلا مادر و پدر بچه از دنیا رفتن یه کتاب معرفی کن براش بخونیم کتاب مثل آبقند میمونه مثل عرق نعنا میمونه کتاب جراحی نیست من به بسیاری از این آدم ها میگم که اگر بچه مشکل جدی داره مثلا بچه ای که مادر یا پدرش رو از دست داده اصلا حتی حرف زدن باهاش نیازمند یه راهنمایی از جانب یه آدم کاربلده یه مشاور یه روانشناس که بیاد به من بگه که من با این بچه باید چطوری برخورد کنم چی بهش بگم فکر نکنید که کتاب میتونه یه بچه ای با مشکل جدی اضطراب رو درمان بکنه نمیکنه حتی اینکه من چه کتابی برای این بچه بخونم رو باید مشاور بهم هم بگه پس به کتاب به چشم درمان نگاه نکنیم چون این زیاد دیده میشه مثلا والد این بچه یه مشکل داره یه کتاب بگو اینو حلش بکنه کتاب مشکل جدی رو حل میکنه کتاب در حد مثلا امشب از یه چیزی ترسیده شاد من یه کتابی بخونم براش مثلا احساس بهتری داشته باشه به با عنوان راهی برای گفتگو ولی اگر بچه‌مون اینو اولش گفتم برای اینکه بدونیم ما اگر با کودکی مواجهیم که ضربه عاطفی سنگینی از مرگ خورده همه این کتاب ها ممکنه مثل یه تیغه براش عمل بکنن تیغه ای که یه چیز باریکی خط باریکی فقط وجود داره که بچه به سلامت از این بگذره خیلی باید با احتیاط با این بچه جلو بریم یه نکته دیگه در مورد کتاب هایی که درباره مرگ میگن اگر بچه تازه مواجه شده با مرگ مثلا اگر این بچه این هفته از دست داده یکی رو سریع این کتاب رو بر ندار براش بخون بذارید بچه رو بکنه اجازه بدید بچه هم مثل یه آدم عادی سوگواری بکنه مراحلش رو طی بکنه شاید بهتر بود که قبل از این که مواجه می شود ما یه بار راجع به مرگ با هم حرف می زدیم که بچه همون بدونه چه اتفاق می افته. حالا بعد از این مقدمه طولانی بریم سراغ کتاب برای بچه های خیلی کوچیک مثلا فرض کنید که سه چهار پنج ساله کتابی که میتونم بهشون پیشنهاد بکنم اینه یولانته در جستجوی کریسولا از نشر مبتکران نویسنده و تصویرگرش سباستیان لوس و مترجمش حسام صبحانی تهرانی و ماندانا نارنجی ها این کتاب ایدش اینه که یک دوستی رو برای ما تصویر میکنه تعریف میکنه و بعد یکیشون از دنیا میره ماجرای فقدان رو داره برای ما تعریف میکنه من توی این فقدان چه احساسی خواهم داشت مثلا اول گیج و حیران میشه بعد کم کم دلتنگ میشه غمگین میشه شروع میکنه به جستجوش میره که ببینه این دوستش کجا رفته و در نهایت وقتی که میفهمه که دوستش دیگه توی این دنیا نیست میپذیره نبودنش رو درسته که دلتنگه درسته که خیلی ناراحته ولی میپذیره که از این به بعد رابطهش با دوستش یه جور دیگه است. ما اون رابطه رو حفظ کردیم. ولی یه جور دیگه در فقدانش کتاب بسیار خوبیه برای راهنمایی هم درک احساسات بچه یعنی بچه احساسات خودشو بفهمه ولی یه غمی به دل آدم میشینه اصلا کتابای مرگ همشون غم دارن خب حالا اگه بچه با این مسئله روبرون نیست هم آیا اشکال نداره که ما خودمون تعمدن رو بکنیم درسته یا نه؟ نه به خصوص تو سنین پایین تر پیشنهاد نمیشه که قبل از اینکه بچه مواجه شده باشه همچین کتاب هایی رو بهش بدیم شاید یه مواجهه دور بهانه خوبی باشه بر این که این کتاب رو بهش بدیم که بدونه که فکر کنم برای اونطوریم. کسی که واقعا فقدانی رو تجربه کرده حالا عزیزی، عموی، دایی، خاله‌ای، پسرعمویی کسی بتونه خیلی خیلی بله خیلی کنه. به اینکه بچه بفهمه که این حسی که من دارم طبیعیه چون بچه‌ها یه وقتهایی حتی خودشون رو به خاطر این احساساتشون سرزنش میکنن من چرا اینجوری بفهمه که نه خیلی طبیعیه و حتی بزرگام این احساسو دارن و این احساس اسمش اینه بچه خوبه که اسم احساساتشون یاد بگیرن به این میگن حس دلتنگی اینکه من دائم دارم دنبالش میگردم یا حتی اگر پرنده دارن نمی‌دونم بله، بله. دارن این از بین میره باز بله اینا هم فقدانه دیگه من دیگه اونو ندارم ناراحتم یه کتاب دیگه هست به اسم خدا حافظ را کنه پیر نویسنده و تصویرگرش خانم کلر جوبرت هستن و مال انتشارات کانون پروش فکریه و علاوه هفت یک من البته فکر میکنم برای پنج سال هم میشه خوند پنج سال به بالا میشه خوند کتاب یه ویژگی جالبی داره که بقیه کتاب ها چون به واسطه ترجمه بودنشون کمتر این ویژگی رو دارن نگاهش به مرگ با نگاهی که ما داریم نگاه مثلا یه بچه مسلمون داره منطبقه نگاه به اینکه من از این دنیا دارم به یک دنیای بزرگتری میرم ما در ادبیات دینیمون تشبیه میکنیم مرگ رو به خود تولد می‌گیم چطور تو موقع تولد از مثلا شکم مادرت به دنیای بزرگتر اومدی مرگ همین اتفاق توی توی مرگ همین اتفاق برات میفته این نگاه توی این کتاب وجود داره و چیزی که به حالا راکون ما راکن پیر رو از دست دادیم توی این کتاب یعنی خرگوشه این راکن رو دوست داشته و این راکن همون راکنیه که وقتی قرار بوده خرگوش به دنیا بیاد به مامانش کمک کرده تا خرگوش رو به دنیا بیاره و حالا راکن مرده و این میدونه که عین اتفاقی که برای خودش افتاده برای راکن هم افتاده و این اتفاق اتفاق برای راکن خوشایندیه حتی این نگاه دینی که توی این کتاب وجود داره به این دلیل که خب ممکنه مثلا کتابایی هست راجع به مرگ با نگاهی که آمریکای لاتینی ها به مرگ دارن اونا نگاهشون نمیم انیمیشن کوکو رو دیدین یا نه مح. نگاهشون اینه که خیلی از بچه ها دیدن نگاهشون اینه که تو بعد از مرگ هم حتی تو دنیای زنده ها حضور داری میبینیشون مثلا اونا وقتی سر خاک طرف میرن اون هست اونجا یه نگاه اینطوری دارن ممکنه این نگاه ها با نگاه دینی ما متفاوت باشه اگر بچه‌مون متوجه این تفاوت میتونه بشه یعنی تو سنی هست که من بگم که اینا اونجوری نگاه میکنن ما هم اونجوری بسیار خوبه خوندنش و با هم خوندنش مثلا انیمیشن کوکو رو ما پیشنهاد میکنیم حتما اگه میبینید با خودتونم با بچه ببینید و راجبش با بچه حرف بزنید برای بچه که کوچیک تره این کتاب مناسب تره که من نخوام دیگه هی توضیح بدم جهان بینیو نمیشه برای بچه توضیح داد تونسه خیلی متشکرم دوتا کتاب دیگه ای که معرفی میکنم مال نوجوانه این کتاب میکارت اینجا بود از نویسنده ای به اسم باربارا پارک و ترجمه نازنین دیهیمی نشر ماهی نصر کتاب تنزه یعنی زبانی که تو توی کتاب داری میخونی زبان تنزیه تمام کتاب رو با لحن تنز میخونی اما موضوع بسیار غم انگیزه خواهریه که برادرش رو از دست داده خیلی تلخه اینکه این خانواده چطوری که از هم میپاشه از شدت این غم مادر و پدر و این دختر هر کدوم برای خودشون دارن یه جوری سوگواری میکنن و دیگه اصلا خانواده دور هم جمع نمیشه مثلا سر میز غذا بشینه خیلی تلخه ولی در این حال با یک لحن اینو تعریف میکنه که انگار یه نوجوان نشسته و داره برای همکلاسیش تعریف میکنه با همون لحن میگه و این لحن اون زهر تلخی کتاب رو میگیره من این کتاب رو خیلی دوست دارم از کتابایی که حتی فکر میکنم اگر بچه اصلا با مرگ مواجه نیست هم برای مثلا کودکی که ده یازده سالشه به بالا بسیار مناسبه بر اینکه اولا یک عالم چیزای جالب راجع رو به روابط خواهر برادری داره. درباره این که وقتی دوچرخه سواری میکنی، کلاه گذاشتن، کلاه ایمنی گذاشتن، درسته که شاید به نظر سوسول بازی بیاد ولی میتونست جون اون رو نجات بده داره چون یکی از آمارهای مرگ و میر کودکان و نوجوانان در دنیا مال نداشتن کلاه ایمنی در حالا دوچرخه سواری یا اسکوتر سواری یا هر چیزه. اصلا کتاب خوبیه یه عالم پیام اخلاقی یه عالم محتوای خوب رو با یه زبان تنز عالیمون و آخرین کتاب چتر تابستان از نشر پیدایش نویسندش لیسا گراف مترجم نیلوفر نیکزاد این کتاب هم درباره مرگ فکر میکنم برادرشه که میمیره یک پدیده ای رو معرفی میکنه به اسم ترس از مرگ که حالا من داداشم مرده و دیگه از همه چی میترسم میترسم زمین بخورم بمیرم میترسم تصادف کنم بمیرم چون این برای بچه ها رخ میده نکنه من هم اونی باشم که میمیرم به خصوص توی این شرایطی که بچه های ما متاسفانه خیلی تحت حجوم اخبار ناخوشایند کرونا هستند. به خصوص اگر یکی از نزدیکانشون رو به این دلیل از دست داده باشن واقعا ممکنه بترسن که نکنه بعدی من باشم مرگ به هر حال برای یک کودک چیز ترسناکی خیلی ناشناخته است و این کتاب به نوجوانها به خصوص کمک میکنه که بدونن که درسته که مرگ هست ولی هست و این که من ازش بترسم زندگیم رو خیلی تباه میکنه چه کتاب مهمی رو معرفی کردید و چه موضوع مهمی دغدغه همیشگی برای همه از توفولیت تا کهنسالی حتی بله بله و خیلی سخته موضوع خیلی سختیه برای حرف زدن و چقدر تبهر میخواد صحبت کردن درست به خصوص برای کودکان بله. نمجم.